میگم که باشگاه گلگوهر به من یه پیشنهاد همکاری دادن. خیلی تشکر میکنم مثل همیشه از آقای قلعه‌نویی که همیشه به من لطف دارن، محبت دارن و به حال منو موقع باشگاه گلگوهر تو این مدت به خاطر بحث رسانه‌ای و توی مخصوصا فضای مجازی که پیشنهادات عجیب و غریب و ولی واقعا اینجوری نبود، یه پیشنهاد خیلی معقول، یه پیشنهاد خیلی روتین و عرف الان رو به من دادن که به هر حال شرایطمون به یه جایی رسید که نه فقط به خاطر بحث مالی یا هر چیز دیگه ای، به خاطر ذهنیت خود من احساس کردم که امسال بهتره که نباشم اونجا خدمتشون و بحث گلگوهر تموم شد. از چند هفته پیش یه موضوع جدی که به وجود اومده بود بحث استقلال بود. از طریقای مختلف به حال من خیلی حرف و حدیث میشیدم، از طریق آدمای مختلف میشیدم، ولی خب شما وقتی که میخوای یه پیشنهادی رو داشته باشی باید مستقیما یه به حال یه نفری که رسمیت داره توی باشگاه باهاتون صحبت کنه. فکر میکنم چند روز پیش بود که یکی از حالا نفراتی که توی استقلال میشه بگیم صلاحیت اینو دارن که مستقیما با یه بازیکن صحبت کنم و شما بتونید اعتماد رو داشته باشید، حالا من ترجیحاً اسمشون رو نمیارم، شاید خودشون دوست نداشته باشن، صحبت کردیم و اول حرفامونو در مورد بحث فنی یه صحبتی با من انجام دادن، به هیچ عنوان اصلا بحث مالی باز نشد و منم یکی دو تا نکته رو بهشون گفتم که گفتم به هر حال تو اولین فرصت مجدد با هم حرف بزنیم. فکر میکنم 24 ساعت نشد که من پیام گذاشتم براشون. اولین حرف من به این دوست عزیزمون از باشگاه استقلال این بود که سلام گرم منو با آقای فرهاد مجیدی برسونی. خیلی خیلی خوشحال شدم و تشکر کردم از بابت پیشنهادی که به من دادن و به هر حال باعث خوشحالیه واسه خود من باشگاه بزرگی مثل استقلال وقتی شما رو بخواد توی این شرایط. این چیز خوب و خوشحال کننده یه واسه خود من، ولی میگم اصلا بحث مالی اونجا باز نشد. من یه نکته ای رو مد نظر داشتم، چیزی که اعتقاد قلبیمه، چیزی که توی ذهنمه از قبل بوده و مطمئنم در آینده هم خواهد بود. با احترام به همه هوادارای فوتبالمون، با احترام به تمام باشگاه‌های کشورمون، هوادارای همه، ذهنیت من اینه که بازیکنایی که میخوان برن توی استقلال و پرسپولیس بازی کنن، درستش اینه که میگن شما وقتی میخواد یه تصمیمی رو بگیرید باید عقل و احساستون رو بذارید کنار هم و بیشتر به سمت بحث عقلانی باشید، تصمیم عاقلانه‌ای بگیرید. ولی من نظرم اینه بازیکنایی که میخوان تو این دوتا تیم بازی کنن، چه پرسپولیس چه استقلال، بیشتر باید بحث احساس رو در نظر بگیرن، چون توی پرسپولیس و استقلال اینقدر مشکلات زیاد